سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته فیلم واکسچه، کار جدید کامران حیدری. تفنگ از اون تقدیس خودش افتاد، به یک نماد برادرکشی تبدیل شد. گفتگو با ابوطالب مظفری درباره شعر مهاجرت افغانستان در ایران. افروز عمیقی و خلق اثر با نور و سایه. کامران حیدری فیلم مستندی ساخته به عنوان واکسچه که به گویش محلی بندرعباس یعنی به کسی چه. این فیلم درباره ابراهیم منصفی، خواننده و آهنگساز اهل این شهره، و نشون میده که موسیقی چطور با تار و پود زندگی مردم جنوب ایران گره خورده. کامران حیدری که با مستند من نگهدار جمالی وستر میسازم در جشنواره‌های جهانی درخشیده بود، با فیلم تازه‌اش هم در جشنواره‌های مختلف شرکت کرده. محمد عبدی منتقد فیلم با کامران حیدری مصاحبه کرده. برخوش یه معبدی پیداش کردم. ای غار بسون، عبت گوران ابرام. ترانه‌اش نوشت تنها. آدم پوچی مثل من کجا برد که جاش بشه، با چه زبانی گپ بزن. به یه شکلی به جنوب ارتباط دارم، چون تو جنوب زندگی کردم. موسیقی جنوب رو همیشه دنبال میکردم و میشنیدم. اولی مستندی که ساختم دینگو مهرا بود، اونجا مستند موسیقی ساختم، اونجا که خیلی هم دیده شد و دیگه دوست داشتم در مورد ابراهیم منصفی بسازم و خیلی پژوهش کردم. ابراهیم منصفی هم واقعا به خاطر محبوبیتش نرفتم سراغش، به خاطر یک جرقه ذهنی بود که تصمیم گرفتم بسازم، که تم اصلی این فیلم شد دیگه. یعنی اینکه آدمی که تو فضای رالیسم جادویی داره فیلمو میبینیم، آدمی که برگشته به این دنیا داره زندگیشو تعریف میکنه. اگر من تو ای اتاق مردم، بلکه هم خودکشیم که به کسی هم ربطی نی، که چطور زندگیم که چطور مردم. حالا تو بندر همه ترانه‌ای من رو خونده. به موسیقی هستم، اما چون اونقدر موسیقی بلد نیستم مثل خیلی حرفه‌ای‌ها، خب این کمک میکنه که فیلمی در مورد آدم‌هایی که موسیقی میزنن رو بسازم. یعنی اون موسیقیه، میدونم که خب یه موسیقی میزنن خوبه، قویه، تاثیرگذاره، خب اینا کارشون انجام میدن، من از این آدم‌ها فیلم بسازم. توی جنوب یه بخشی از زیستشون، زندگیشون شبیه به سرزمین‌های دیگه از جهان است، مثل امریکا جنوبی، مثل افریقا، که توی رویا هم زندگی میکنن و حتی با اونها در ارتباط هم هستن از دید خودشون. شاید تعریف رئالیسم جادویی برای جنوب خیلی جذاب باشه، و وقتی که من به این تم رسیدم که ابراهیم منصفی از دید خودش بخواد زندگیشو تعریف کنه، خب ما از همون اول تبدیل شد به یک فضای رالیسم جادی، آدمی که فوت کرده الان برگشته به این جهان و داره زندگیشو تعریف میکنه. مردن چطورین؟ وقتی امری چه عبی؟ وقتی امری کجا هره؟ مهنو همیجا، حالا تو بندر همه ترانه‌های من رو خوندم. راحت جانم تو هستش، دین و ایمانم تو هستش، لیلی نامهربانم، روح مجنونم. ابراهیم، خب میدونی که ابراهیم خیلی محفلی بوده، داخل بوده، یعنی همش توی اتاق بودن و تو خونه ها بودن، یعنی به شکلی که الان تو فیلم میبینی
ابرام بیرونی نبوده، شهری و خیابانی نبوده، اما من چون ذاتا این فضا و این ریتم فضای شهری رو دوست دارم، ترجیح دادم که این فیلم رو به این شکل بسازم. خب این شکل ساختن باعث شد که اون موزیسین هایی که ابراهیم منصفی کار میکنن رو بیارم تو خیابون و شهر و این دوتا رو با هم تلفیق کنم. من دوست داشتم که حدود مثلا 7-8 تا قصه مهم زندگی ابراهیم منصفی رو به تصویر در بیارم، مثل زندگی توی معبد هندوها، مثل عاشق شدنش، علاقش به گیتار، ترانه سراییش، آمیز و دوستش نامی و حتی یه بخشایی از خودکشیش. اینا رو در آوردیم و بعد رفتیم سراغ ترانه هاش و شعراش، اونا رو هم خوندیم و این چند تا رو ترکیب کردیم. سرم و دیوار از انام، سرم و دیوار از انام، داده کنم جار از انام، داده کنم جار از انام، بایه کنم آکشم از ته دل غار از انام. در مورد تخیل، از اتفاقات واقعی که 6-7 بوده ما اومدیم قصه درست کردیم، یا حتی میگیم رویا پردازی کردیم. آخر فیلم واکسچه اگر که نریشن پایانی رو شنیده باشید، از دید ابرام میگه که الان من نمیدونم این قصه هایی که برای شما تعریف کردم واقعی بودن یا توی رویاهام بودن، اما رویا برای آدم زندگی درست میکنه، زندگی آدم ها با رویاهاشه. این فیلم هم یه جوری رویاییه و این برای من خیلی جذاب بود تا اینکه برم سراغ یک فضای مستندی که آدم ها و دوستای ابراهیم منصفی در مورد ابراهیم منصفی صحبت میکنن. قصه زندگیم رو که تعریفم که نادرم کدومش واقعین، نادرم کدومش رویان، ولی آدمی دلش به رویاش خوشه. همیشه من علاقه هم به سینمای داستانی بیشتر بوده تا مستند، اما مستند سازی برای من یه جذابیتی داشته به خاطر اینکه فقط فیلم نمیسازی، به یه شکلی یه زیست کامل داری توی فضای آدمهای واقعی که حالا داری ازشون فیلم میگیری و چالش برانگیز هم هست به خاطر اینکه تو سینمای مستند خیلی سخته که قصه تعریف کنی شبیه سینمای داستانی کنی. من سعی کردم که نزدیک بشم که کسی که فیلم منو ببینه فاصله بین مستند و داستانی رو حس نکنه و فکر کنه که یه فیلم داستانی داره میبینه. دنیا نجای مندنه، شادانت ناشادره، مثل یه مرد چی چه کار بعد از او روز از یادره، نمیک رو زخمانو مری و عاشق بودم. عاشقی خو غار مزه، بدو طوری زندگی بکنیم که تا حالا هیچ که زندگی نکرده، به کسی هم ربطی نی که چطور زندگیم که چطور مردم. بیش از 4 دهه است که شاعران مهاجر افغانستان در ایران شعر میگن، شعرهایی که در اون مایش هم از وضعیت سیاسی افغانستان الهام گرفته و هم از وضعیت مهاجران افغانستان در ایران. دلتنگی برای وطن هم یکی دیگه از مضمونهای این نوع شعره. این جریان ادبی با تعامل با شعر شاعران ایرانی روند تکاملی و پیموده و شاعران بنامی مثل سعادت ملوک تابش و فضل‌الله قدسی از دلش بیرون اومدن. ابو طالب مظفری یکی دیگر از نام‌های بنام این جریانه. آقای مظفری یکی از بنیانگذاران انجمن ادبی دور دری بود و سردبیر مجله‌ای به همین نام که برای سالها پاتوقی بود برای نویسندگان و شاعران مهاجر در ایران. آقای مظفری الان از مشهد با ماست تا درباره شعر مهاجرت افغانستان در ایران صحبت کنیم.
شعر مهاجرت افغانستان در ایران از چه زمانی و چگونه آغاز شد؟ خیلی خلاصه اگه بخوام عرض کنم، از سال 1357 همزمان با شروع جنگ در افغانستان، تعدادی از روشنفکران افغانستانی به ایران مهاجر شدند در مشهد و قم. ابتدا در قم تعدادی یک کانونی رو به نام کانون مهاجر را انداخت و یک نشریه‌ای به نام پیام مهاجر که ضمیمه ادبی هم به نام جوالی داشت. اولین شعرها در قالب شعر و داستان این گروه آغاز کرد. بعدن این جریان به مشهد منتقل شد و تعدادی از شاعران پیشکسوت افغانستان مثل استاد برادعلی فدایی، سعادت ملوک تابش و گروهی از شاگردان این بزرگواران جریان را در مشهد را انداخت. انجمنی به نام انجمن شاعران مهاجر را انداخت که استمرار اون نهضت ادبی بود. به نظر من میتوانیم بگیم که شعر افغانستان از اون سال تا امروز حدود 4 دهه رو تقریبا سپری کرده. در دهه اول که دهه 60 هست، بیشتر شاعران کسانی هستند که در داخل افغانستان تجربیات شاعرانه داشتند و به ایران مهاجرت کردند و در ایران کار شعر رو ادامه دادند. اینها قالب هایی که به استفاده میکردند بیشتر قالب های کلاسیک بود، مثنوی، غزل، و در اون مایه شعرهایشون هم بیشتر رنگ و بوی مقاومت و جریانات اجتماعی را داشت. در دهه 70 یک مقدار شاعران تازه تری به جریان پیوستند، کسانی هم بودند که شعر گفتن رو در ایران تجربه کرده بودند. از لحاظ درون مایه و ساختار به نحو ادامه یک نسل گذشته خودشان بودند. شعر تحت عنوان شعر مقاومت که رایج شد و 2-3 تا مجموعه هم تحت همین عنوان منتشر شد، زاده همین 2 تا دهه است. فضل الله قدسی، محمد کاظم کاظمی و 2-3 نفر نام دیگر در همین دوران این جریان رو استمرار بخشیدند. بعد میرسیم به دهه سوم که دهه 80 هست. در دهه 80 شاعران بیشتر به میدان آمدن که اصلا متولد ایران بودند، بیشتر با ادبیات اینجا آشنا بودند، اینها با ادبیات معاصر ایران و در مدارس ایران درس خوانده بودند، مثلا سید رضا محمدی، سید ضیاء قاسمی، محمد شریف سعیدی و تعدادی از این دست که اینها هم از لحاظ درون مایه، زبان و هم قالب تحولات را وارد شعر افغانستان کردند. قالب شعرها عوض شد و بیشتر شاعرانی که تجربیات شعریشون در ایران شروع کرده بودند، اینا شعر آزاد، سپید و در اون سبک و سیاقهای رایج در ایران شعر گفتند. این شعر از نظر درون مایه و شکل چه خصوصیاتی داره؟ همونطور که گفتم در دوره اول، این 2 دهه اول، دهه 60 و 70، شاعران به تبع اوضاع اجتماعی افغانستان، به تحریص و تحریک مجاهدان در حقیقت در دفاع از کشورشون توجه داره. شعرها اغلب حماسی است و به همین دلیل شعر مقاومت بهش نامگذاری شد. ولی در 2 دهه بعدی یک تحولی که پیش آمد این بود که شعرها دیگه اون حالت حماسی رو نداره، اون تحریک و تحریص به جنگ رو دیگه نداره، حتی گاهی ضد جنگ میشه و دلایلش هم به همین خاطره که مجاهدان دیگه اون دستاوردهایی رو که در دوران جهاد انتظار داشت اونو به دست فراموشی سپرده و به خاطر قدرت دارن با هم میجنگن. من خیلی خلاصه بگم که تفنگ یک زمانی در دوره اول نماد مقاومت بود و در شعرها با بسامد بالای تکرار می شد و تقدیس می شد به یک معنا، ولی در دوره بعدی در دهه 70 تفنگ از اون تقدیس خودش افتاد، به یک نماد برادرکشی تبدیل شد. در دهه 80 اصلا کلن ماجرا تغییر کرد. دهه 80 رو می تونیم آغاز شعر مهاجرت به معنای واقعیش بدانیم. چرا؟ چون تا اون زمان شاعران ولو در مهاجرت زندگی میکردن ولی ذهن و ضمیرشان معطوف داخل افغانستان بود، به قضایای مقاومت بیشتر توجه داشت.
ولی در دهه 80 جوانان از به فردیت خودشان نزدیک شدند، به تجربه های شخصی خودشان، به دنبال هویت یابی خودشان بودند، احساس میکردند که دچار یک نوع بی‌هویتی شدند، نمیدانند فرزند کدام سرزمینن، ریشه در کدام خاک دارند. چون در دو دهه اول اصولا مطالبه به نام مهاجرت چندان حضور پررنگی نداشت، همه به نحوی سعی میکردند که خب یک گذر موقتی است، ما با پایان گرفتن جنگ به وطن برمیگردیم. اما این ماجرا وقتی طولانی شد دیگه این اندیشه از ذهن ها رفت و مهاجران به این فکر افتادن که خب ما تقریبا 3-4 دهه را میگذرانیم ولی هنوز هیچ گونه حق و حقوقی نداریم، هویت خودمون فراموش شده، اغلب متولد این کشور هستیم ولی به رسمیت شناخته نمیشیم. اینجا بود که مطالبات اجتماعی و شهروندی مطرح شد. شعر زنانه، شعر هویتیاب و شعر خیلی شخصی و فردی در این دوران متولد شد. با توجه به اینکه خیلی از شاعرای مهاجر افغانستان به کشورشون برگشتن یا از ایران دوباره مهاجرت کردن به اروپا، الان شعر مهاجرت افغانستان در ایران تو چه وضعیتی قرار داره؟ هرچند از دهه 80 به این طرف با اینکه کیفیت شعرها و گسترش شاعران خیلی مشهودتر بود، اما اون شور و شوقی که در آغاز بود به نظر من اون به دلایل زیادی کاهش یافت. اولا اینکه شعر و ادبیات بدیل‌ها و آلترناتیوهایی برای خودش پیدا کرد، موسیقی آمد، جاذبه ایجاد کرد، سینما، نقاشی، هنرهای تجسمی اینها، و شعر دیگه تنها ابزار ارتباطی مهاجران نبود. از طرف دیگر تعدادی از شاعران سرشناس و تأثیرگذار ما که هر کدامشون در شهرهایی مثل اصفهان، تهران، قم، اینجاها صاحب تأثیر بودن و انجمنهای ادبی رو هدایت میکردن مثل محمد شریف سعیدی و دیگران، اینها مهاجرت کردن، رفتن به کشورهای اروپایی. به همین دلیل نهادهایی هم که بود، نهادهای ادبی هم فعالیتشون کمرنگ شد. اما به لحاظ نزدیک شدن به ذات شعر و تنوع قالب‌ها، جوانهایی که از تجربیات خاص‌تری رو مطرح می‌کردن، شعر یک مقدار غنا پیدا کرد و یک مقدار بعد گسترده‌تری به خودش گرفت. گالری محسن میزبان نمایشگاه انفرادی مجتبی امینی با عنوان باز خواهم گشت بود. عنوان نمایشگاه برگرفته از یک طوفان توییتری در سال 2018 میلادی که درباره اعتراضات فلسطینی ها در نوار غزه راه افتاد. امینی در این کارها از کلاژ، نقاشی، متن و چیدمان استفاده کرده. کارها درباره آدم‌هایی که در شهرهای مختلف در تجمعات اعتراضی شرکت کردند. او عکس‌های متفاوتی که پس از این گردهمایی‌ها در اینترنت منتشر میشن رو از زمینه اصلیشون یعنی شهر و خیابان جدا کرده و اونها رو تکه تکه در ابعاد مختلف به زمینه مقوایی چسبونده. در یکی از کارهای نمایشگاه چند جوان رو میبینیم که ماسک به چهره زدن و انگار پیکر زخمی یکی از دوستاشون رو هم میکنن. در گوشه سمت چپ کادر عبارت باز خواهم گشت به میدان نوشته شده. نمایشگاهی از کارهای ندا جلیلی در گالری ویستا برگزار شده که به لایه‌های زمین، نقشه و محیط زیست ایران پرداخته. این نمایشگاه مجموعی از نقاشی و نقش برجسته‌های جلیلی رو نشون میده که در قاب‌های دایره‌ای به صورت لایه لایه کار شدن و با ترکیبی از موادی مثل گچ مجسمه‌سازی، چسب و رنگ پدید اومدن. در بیشتر این کارها تصویرهایی رو میبینیم شبیه به نقش برداری ماهواره‌ای از زمین که لایه‌هایی از رسوب خط مرزها رو محو کرده.
رودخانه ها و دریاچه های ایران و به ویژه رسوبات نمکی دریاچه ارومیه در مرکز این قاب هاست. در بعضی از این کارها بازنمایی تصویرهای هوایی از خشکسالی زمین نقش‌های انتزاعی را در درون فرم دایره حک کرده. افروز عمیقی هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که با استفاده از تورهای فلزی حجم‌های معلق و ظریف می‌سازد. اون که از کودکی در آمریکا بزرگ شده با الهام از معماری اسلامی، کلیساهای گوتیک و هنر دکوراتیو آمریکا مجسمه‌هایی درست می‌کنه که نور و سایه تو اونها نقش مهمی دارن. سری زدیم به کارگاه افروز عمیقی در نیویورک. قبل از اینکه کار با فلز رو یاد بگیرم توی خیابونا پرسه می زدم و دنبال لوسرهای قدیمی می گشتم که شاید بتونم توی کارم ازشون استفاده کنم و به چیزی که می خوام تبدیلشون کنم، ولی متاسفانه هیچ وقت نتونستم. بنابراین تصمیم گرفتم خودم جوشکاری یاد بگیرم. بیشتر کارهای من از جوش دادن میله های نازک و ظریف به هم و ترکیبشون با تورهای فلزی شکل می گیره و در نهایت اضافه کردن نور به اونها. وقتی 3 سالم بود همراه خانواده‌ام از تهران به نیویورک مهاجرت کردیم. اونجا به دانشگاه نیویورک رفتم و هنرهای زیبا خوندم. بعد از فارغ التحصیل شدن کار من فقط این بود که بیام تو کارگاه هم و کار کنم. توی اکثر کارهای پشت سر من جواهرات ظریفی رو میبینین که از مجسمه بیرون زدن. مجسمه‌ای که خودش از مواد صنعتی ساختمان‌سازی درست شده. من کار خودم رو یه چیزی بین یه تیکه جواهر و یک ساختمان میبینم. وقتی برای اولین بار به ایران برگشتم، معماری و تزئینات مساجد و قصرها و زیارتگاه‌های اونجا منو مجذوب خودشون کرد. عناصر معماری که نور خورشید رو به خدمت می‌گیرن. مثلا یک گل نیلوفر آبی توی پنجره که سایه‌اش روی زمین می‌افته، یا پنجره‌های تاغداری که نور رو تحت کنترل خودشون در میارن. این باعث شد که من همیشه حضور نور رو در کارام در نظر بگیرم. همیشه وقتی در مورد مواد و مصالح کارم ازم میپرسن توضیح میدم که مثلا این از فلز و فایبر گلاس ساخته شده، ولی نور هم بخشی از فهرست مواد و مصالح کار منه. احساس میکنم بدون نور کارهام اوریانند. کارهای من همیشه با طراحی شروع میشن و تا همین اواخر بیشتر تحت تاثیر قواعد و فرمهای معماری بودم. مثلا یکی از کارام که یه حجم خیلی بزرگ بود رو با الهام از بنای تاج محل درست کردم. اسم این کار خانه من، آرامگاه منه. مبنای اون داستانیه که گفته میشه شاه جهان بعد از ساختن تاج محل به عنوان آرامگاه همسرش میخواسته مقبره خودش رو روبروی اون بسازه که دقیقاً شبیه تاج محل بوده، با این تفاوت که به جای مرمر سفید از مرمر سیاه استفاده بکنه. خب این روایت درست یا غلط هیچ وقت اتفاق نمیفته، ولی همیشه این اسطوره برای من جالب بود. دلم میخواست که تصویری از این دو ساختمان کنار هم رو درست کنم.
یکی از پروژه هام به اسم دور از خدا یه مجموعه از تاج‌های خیلی بزرگه. میخواستم تاج‌هایی بسازم که سمبل قدرتند، اما انگار دارن از سوی جمجمه آدم بیرون میزنن. انگار ادامه ی استخون جمجمن که به این ستون‌های سفید تبدیل شدن. فرار از واقعیت معمولاً معنی منفی داره. مردم فکر میکنن که نمیخوای به مسائل واقعی بپردازی. ولی گاهی لازمه که از واقعیت فاصله بگیریم و وارد چارچوب فکری دیگه‌ای بشیم تا بتونیم برگردیم و درک بهتر و متفاوتی از دنیای واقعی داشته باشیم. ممنون که بیننده ما بودید. به پایان برنامه رسیدیم. یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید. گزارش هاش رو هم میتونید روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.